یدالله صادقی مربی بدنساز این تیم امروز تیم رو هدایت میکنه. ضمن که فرصت خوبی رو نفتی ها در همین لحظه از دست دادن. بین بازیکن نفت آبادان و مس کرمان حرکت نفتی ها، فرار خوب صابر میرقربانی در درون محوطه جریمه جا میذاره مدافع مستقیم خود، یه موقعیت خوب در درون محوطه جریمه. هنوز نفتی ها موقعیت داشتن و توپو تصاحب میکنه سید مهدی رحمتی. مجددا نفتی ها حرکت رو آغاز میکنه در سمت چپ، فاد بغلانی خیلی راحت توپو تقدیم میکنه به جراردو مورالس پشت محوطه جریمه، موقعیت خوب و دروازه صنعت نفت آبادان باز میشه توسط پائولو زالتران بازیکن برزیلی مس کرمان. کماکان 1-0 با تک گل پائولو زالتران نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان شکست خورد. موقعیت خوب برای نفتی ها، حالا به دروازه باز بشه و گل، گل برای نفت آبادان دقیقه 37 توسط حکیم حزبابی پور. از جناح راست حرکت میکنه حمید غنی‌زاده، بلافاصله روی توپ اثر میذاره سمینیا تو محوطه جریمه. یک فرصت برای بازیکنان مثل کرمان. خب ببینیم چیه، اعلام پنالتی میکنه سعادت باغبانی. ما هم مثل شما منتظر هستیم ببینیم تکلیف این پنالتی چی میشه. و توی دروازه گل برای مس کرمان توسط پائولو زالتران از روی نقطه پنالتی. تکرار میکنه آقای سعادت باغبانی. حالا کرمانی ها اعتراض میکنن به سعادت باغبانی، اشاره میکنه بهشون که بره به جراردو مورالس و دیگر بازیکن. حالا حسن حوری باید توجه بکنه که ممکنه برخلاف جهت قبلی بزنه پائولو زالتران، احتمال این هست. ببینیم چه میشه این پنالتی و توی دروازه، همون که من گفتم. بله، یعنی هر بازیکن دیگه بود همین کار رو میکرد. مثل کرمان 2 نفت آبادان 1. ضربه تکرار میشه، خود میر قربانی ضربشو میزنه و به شکل خطرناک از کنار دروازه مثل کرمان به بیرون میره در دقیقه 64 این بازی. توپش برخورد میکنه به رجبی، ارسال بلند، موقعیت خوب برای حزبابی پور و توپو جمع میکنه این دروازه‌بان سید مهدی رحمتی. مجدد نفتی ها خیلی راحت تو واگذار کرد. مجدد نفتی ها پشت محوطه جریمه ضربه‌شو میزنه به سمت چارچوب. پشت محوطه جریمه ضربه‌شو میزنه این بار پائولو زالتران. حالا یک مسئله است، همیشه باید سرنف فکر کنه که یه گل عقب تا اینطوری بازی بکنه. الان دارن خوب بازی میکنن، میتونه گل باشه. رحمتی سریع با پا روی توپ اثر میذاره.